درس‌هایی از انقلاب سوریه، آمادگی رزمندگان سوری برای ساعت سین، گزارشی از تلویزیون فرانسه 24. نبردهای ارتش آزادی سوریه در حلب ادامه دارد. رزمندگان میگویند ساعت سین دارد فرا میرسد. در حیات یک مدرسه متروکه در حلب، رزمندگان ارتش آزادی سوریه جمع شدند تا در مورد یک تهاجم مهم هماهنگی های لازم را انجام دهند. کنترل حلب برای هر دو طرف حیاتی است. حلب بزرگترین شهر سوریه با 3 میلیون جمعیت است. گردان رزمندگان توحید آخرین نکات مربوط به سازماندهی را قبل از شروع تهاجم مرور می‌کنند. The attack against Bashar's army began on all fronts. God willing, today's battle in Aleppo will be decisive. فرمانده این گردان می‌گوید حمله به نیروهای بشار اسد در همه جبهه‌ها ادامه دارد. به خواست خدا نبرد ما در حلب تعیین کننده خواهد بود. رزمندگان سوریه می‌گویند در یک سلسله عملیات در 14 جبهه در حلب درگیری داشتند. شهر حلب به دو قسمت شرقی که نیروهای ارتش آزادی در آن مستقر هستند و بخش غربی که نیروهای بشار اسد در آن مستقر هستند تقسیم شده است. درگیری‌های سنگین از ماه ژوئیه تا کنون در این شهر ادامه دارد. پس از پیروزی‌های اولیه ارتش آزادی، رزمندگان امیدوارند این تهاجم‌ها یک نقطه چرخش باشد. While the Free Syrian Army launched what it called a decisive battle, the regime had a message of its own. The military sent a text message to rebel cell phones that said, "Game over."